شود، چیزی که سازمان ملل به شدت نگران آن است. با این جنگ ها مناطق تحت کنترل حوثی ها که از طرف ایران حمایت می شوند محدودتر می شود. ما با دقت زیادی حول مسئله انسانی برنامه ریزی کرده ایم. ما طوری برنامه ریزی کرده ایم که عملیات نظامی مناسب و قدم به قدم باشد. فشار را بر آنها دائما افزایش بدهد و بگذارد که بندر هم به کارش ادامه بدهد. همین امروز در حالی که در حومه شهر درگیری ادامه دارد، در بندر 6 کشتی برای تخلیه بار پهلو گرفتند و کشتی های بیشتری منتظرند که بارشان را خالی کنند. این فیلمی از نبردهای فرودگاه که حوثی‌ها چند روز پیش بر روی اینترنت گذاشتند و خبرگزاری فارس در ایران آن را منتشر کرده. روشن است که مقاومت شدید است. مقام های اماراتی میگویند حوثی ها که از بندر حدیده دفاع میکنند حدود 2 تا 3 هزار نفر تخمین زده میشوند که عمدتا شبه نظامی هستند و مهمترین اسلحه دفاعی آنها مین های ضد نفر است که بخش مهمی از آن ساخت ایران است. حوثی ها برای دفاع از بندر حدیده خواهان بسیج عمومی در شهر شدند، بندری که مهمترین محل ورود مواد غذایی به کشور است. اگرچه 10 ها هزار نفر از ساکنان این بندر نگران از شروع جنگ های شهری و خانه به خانه این شهر را ترک کردند. کسرانجی بی بی سی. افشین شاهی پژوهشگر مهمان در مؤسسه دانشگاهی اروپا در فلورانس ایتالیا با ما هستند. آیه شاهی، آیا میشه گفت که ورق به نفع نیروهای دولتی تحت حمایت عربستان سعودی در یمن برگشته؟ هنوز خیلی زود هست که ما بتونیم مدعی بشیم که ورق داره برمیگرده، اما اگر که نیروهای مرتبط به عربستان سعودی، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی موفق بشن این بندر بسیار مهم و استراتژیک رو تحت تصرف خودشون قرار بدن، ما میتونیم بگیم که یک نقطه بسیار مهم عطف در شرایط میدانی یمن به وجود اومده. از سال 2015 که بندر عدن توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی تسخیر شد، در 3 سال گذشته عملاً هیچ نقطه عطفی، هیچ جهش قابل توجهی در شرایط میدانی به وجود نیامده بود و حوثی ها هم بر این باور هستند که تا زمانی که بتوانند در واقع کنترل صنعا و این بندر بسیار مهم رو داشته باشند، نیاز چندانی به مذاکره سیاسی ندارن. اما نیروهای مرتبط به عربستان سعودی، ائتلاف عربستان سعودی، به دنبال این هستند که در واقع این بندر بسیار مهم رو هر چه زودتر تحت تسخیر خودشون قرار بدن و خیلی زود به طرف در واقع بزرگراه شمال برن و این در واقع کانال ارتباطی رو که حدود 140 مایل هست رو بین صنعا و حدیده رو مسدود بکنن که به گمان اونها این میتونه در واقع گلوگاه حوثی ها رو بفشاره و اونها رو مجبور به آمدن به پای میز مذاکره بکنه. به نظر می اومد که ماها پیش حوثی ها در قدرت بودند، وضعیت تحت کنترل اونها بود، مثلا در یک حرکت خیره کننده علی عبدالله صالح رو کشتند. چطور شد که الان در موقعیت ضعیفتری قرار گرفتند؟ هنوز خیلی زود هست، چون به گمان من قرار حوثی ها مقاومت بسیار جدی داشته باشند. وضعیت این بندر در شرایط عالی در شرایط فعلی بسیار اسفناک است و سازمان ملل هشدار داده که در بدترین شرایط 250 هزار نفر میتونه به خطر بیفته و این رو هم ما باید به مد نظر داشته باشیم که در 4 سال گذشته عربستان سعودی و متحدینش در واقع تمام ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی خودشون رو به کار گرفتن برای مقابله با حوثی‌ها. وقتی که ما ببینیم که فقط 1/3 جمعیت یمن زیدی‌ها هستن و با توجه به در واقع امکانات بسیار محدودی که داشتن در 3 سال گذشته، خصوصا از سال 2015 به این بعد، اینها موفق شدند که در واقع سد بسیار قابل توجهی جلوی عربستان سعودی بسازند و در شرایط فعلی با در نظر گرفتن حمایت‌های ایالات متحده و قاطعیت بیشتر از هر وقت دیگه عربستان سعودی و امارات، بدون شک اینها به دنبال تسخیر حدیده هستند. حالا تا چه اندازه تسخیر حدیده
برای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی آسان خواهد بود، این هنوز جای سوال داره. ولی شک نداشته باشیم که در صورت تسخیر الحدیده وضعیت میدانی جنگ به شکل بسیار جدی تغییر خواهد کرد و بعد از اون حوثی ها نه تنها دست بالاتر نخواهند داشت، بلکه باید بجنگن صرفا برای ادامه بقا، چون این بندر نه تنها بندر بسیار مهمی است برای ارسال مواد در واقع اولیه و کمک های انسانی، بلکه یک بندر استراتژیک هست برای در واقع واردات سلاح و مهمات برای این گروه نظامی. ممنونم از افشین شاهی از فلورانس ایتالیا با ما. بی بی سی و فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران امروز دوباره به شورای حقوق بشر سازمان ملل